نهایت مهربان. سلام و صبح همه بخیر. در نخست خوش آمدید میگم به محترم احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، همچنان رؤسای کمیسیون، حاضرین در تالار و خبرنگاران عزیز ما و برنامه حسابدهی دولت به ملت امروز ما خوش آمدید. عزیزان گرامی، قسمی که در جریان هستین، امروز هم مثل هر روز حسابدهی دیگر دو اداره ما حسابدهی میکنن. در نخست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و به تعقیبش وزارت امور شهدا و معلولین رهبریش خواهد آمد و حسابدهی میکنن. حالا از آقای نادری خواهش میکنم که راپور سال مالی 1399 کمیسیون خدمت شما ارائه کنن. نادری صاحب مهربانی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما، محمود صاحب، همکاران گرانقدر، همکارای ما در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مخصوصا همکارای رسانه‌ای ما. خوشحال هستم که در خدمتتان هستم. تشکر از تسهیلاتی را که فراهم کردن مرکز رسانه‌های حکومت. کمیسیون گرچه به صورت منظم از چگونگی پیشرفت کارهای خود از طریق صفحات اجتماعی خود و سایر وسایل ارتباط جمعی مردم شریف افغانستان در جریان کارهای خود قرار می دهد، اما گزارش سالانه یک بخش فشرده است. من اینجا امروز خدمتتان کدام فعالیت ها انجام شده که مهم است، اما مهمتر ای که کدام دستاوردها و نتایج به دست آمده که مردم شریف افغانستان ازش مستفید شدن و یا نه. در او خدمتتان گزارش خواهد دادیم. چیزی را که در خدمتتان است به عنوان یک سند چاپی، این سند فشرده فعالیت ها و نتایج کار است، اما به دلیلی که ما سال گزارش دهی خود به اساس سال اجری شمسی، گرچه سال مالی ختم شده، اما در پایان هر سال هجری شمسی ما مشرح تمام فعالیت ها و دستاوردار خدمتان را ارائه میکنیم که امیدوار هستم او را هم بعداً ببینید. یک اداره خدمات ملکی مؤثر در افغانستان اول از این میتانه مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا شهروند محور است و یا نه، نتیجه محور است و یا نه، عزت و احترام مردم و او کسایی را که به خدماتش نیاز دارن در او اداره صورت میگیره و یا نه. کاری را که ما در ظرف یک سال انجام میدیم و سالانه خدمتان گزارش میدیم کار یک فرد نیست، کار مجموعه از همکارای ما است که یک تعدادش اینجا هستن، یک تعدادشون که امروز اینجا تشریف ندارن. هر کدامشان سهم در رسیدگی به نتایجی را که امروز داریم دارن و سهمشان با اهمیت است. مثلا هر صبح وقتی من میرم کمیسیون باشی صاحب حبیب میبینم، سید حبیب اینجا تشریف داره. پاکاری و صفایی را که در اداره با وجود میارن نتیجه کار آدمای زحمتکش، متعهد و وطن دوست مثل باشی حبیب است. مدیریتی را که در اداره ایجاد میشه، سلسله تمام اون مدیریت و فضایی را که در اداره به وجود میارن نتیجه تلاش تمام سطوح است. و یا ای که اولین کسی را که میایه همکار ما تامین جان وقتی داخل اداره میشین با اونا میبینین چگونه او خدمات را ارائه میکنه. خدماتش از احترام و عزت دادن برای مراجع کننده آغاز میشه تا راهنمایی درست و به مرکز که خدمات باید به او ارائه شوه به او راجی ساختنش است. به می ترتیب در تمام سطو کار جمعی و یک تیم مشترکی است که از لحاظ سلسله مراتب اداری امور رعایت سلسله مراتب خود را می کنند، ولی از لحاظ کار تیمی مشترکاً کار می کنند. نتایجی را که اگر من به عنوان مسئول اداره بهش افتخار کنم، به مو اندازه که به کار باشی صاحب سید حبیب افتخار می کنم، به مو اندازه از کار یک کمیشنر صاحب و یک رئیس عمومی افتخار میکنم، در صورتی که نتایج کاری ما مورد پذیرش مردم شریف افغانستان باشه. پس اولین چیز ایجاد یک فرهنگ متفاوت اداری است که او را کل ما در تمام سطوح تلاش میکنیم که اداره ما سمبول بهترین بخش از فعالیت ها
رفتارا کارکردا باید باشه، نوآوری داشته باشه و خلاقیت داشته باشه و او چیزی است که تمام همکارا در تمام سطوح او را تشویق میکنن و هر آنچه را که در ظرف یک سال به اساس ماموریت خود و مکلفیت خود به دست میاریم اونمو در نتیجه امی کار جمعی و تغییر فرهنگ اداری و ایجاد خلاقیت می باشه. در چند عرصه خدمتون گزارش میتونم. اولین چیزی را که مردم افغانستان از کمیسیون برداشت دارن ای است که کمیسیون خدمات ملکی باید زمینه استخدام شفاف عادلانه و مساوی به تمام مردم افغانستانی که میخواین رقابت بکنن و میخواین در اداره عامه افغانستان خدمت بکنن او رو برشان فراهم بکنن. پس تعیینات و کمیسیون اصلاحات، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با هم در ذهن اکثر مردم مترادف شدن. او یک بخش از فعالیت های ماست، یک بخش عمده است اما یک بخش از فعالیت هاست، اما تمام بخش فعالیت ها نیست. در سه تعیینات آنچه انجام شده در سال 1399 ما برای حدود 20,575 بست خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد کارکنان استخدام کردیم در سراسر کشور. این رقم از لحاظ آماری یک رقم متفاوت تر است، یک رقم استثنایی است، به دلیلی که در گذشته ها اول میزان بستا مشخص نمی بود، دوم بستا اکثرا خاموش و پنهان گذاشته می شد تا این که از طریق رابطه استخدام شود. تشخیص اینا، ارزیابی از این بستا که آیا مؤثر هستند و یا نیستن، نیاز است برای اداره و یا نه و بعدا بر رقابتش گذاشتن یک کار قابل ملاحظه است و مجموعی از اقدامات منتج می شود تا این که بالاخره امی زمینه برای رقابت ها فراهم شود. این نزدیک 21,000 نفر از مجموع نزدیک به 500,000 نفر که رقابت کردن استخدام شدن. اگه دقیق براتون بگویم 541,440 متقاضی زن و مرد در سراسر افغانستان در پروسه های رقابتی اشتراک کردن که از مجموع از اونا همین حدود نزدیک 21,000 نفر استخدام شدن. رقابت مساویانه و ایجاد زمینه رقابت مساویانه از مکلفیت های کمیسیون بود. ایجاد شفافیت و زمینه مساوی را که هیچ کس به اساس ارتباط و قدرت و شناخت نه بلکه به اساس لیاقت خود بتونن رقابت بکنن او را وظیفه کمیسیون بوده که فراهم بکنه و او فراهم شده. به خاطر او کار که سرعت داشته باشه کمیسیون مهارت ها و ظرفیت های لازمه در دفاتر ولایتی خودم ایجاد کرده که مخصوصا در سه امتحانات جمعی رقابتی برای معلمین و بستای 5 و 6 ما بتونیم در یک مدت کوتاه این رقابت ها را برگزار بکنیم که او هم یکی از پیشرفت ها است. یکی از انتقادات همیشگی مردم ما این است که چرا بستای مثلا بستای مثل بستای وزارت محترم مالیه بر رقابت گذاشته نمیشه. او شکایت ما هم بوده و بالاخره برای اولین بار است که در وزارت مالیه یک بخش عمده بستایشان از طریق رقابت امسال استخدام شد. به صورت دقیق خدمتتون بگویم که 204 بست وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد استخدام شدند و حدود 16,000 نفر به این 204 بست درخواست داده بودند و از طریق یک امتحان جمعی این افراد استخدام شد. همچنان یکی از شکایت های دیگه همی بوده که بستای وزارت خارجه چرا از طریق رقابت استخدام نمیشن. به اساس تأکید و هدایت مستقیم ریاست جمهوری افغانستان، دادخواهی و تلاش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای اصلاحات در اکثر ادارات و استخدام از طریق رقابت و همکاری و موافقه وزارت محترم خارجه، ما برای اولین بار تانستیم که حدود 84 بست چی دیپلماتیک و کنسولی و چی بستای حمایتی داخل وزارت خارجه را در قدم اول از طریق یک رقابت داخلی او را بتانیم استخدام بکنیم و از او نظارت بکنیم. شما خبر دارین که بستای سوم و چهارم و بستای حمایوی سطوح پایین اداره که بستای 7 و 8 است
وابستای 56 که تخصصی است، صلاحیت و مکلفیت مستقیم خود ادارات است. کمیسیون مستقل اصلاحات صلاحیت استخدام از اونها را به صورت مستقیم ندارد. اکثرا مردم ما در ولایات مخصوصا دوی دیده سخ شکایت لری چه پدغه بستونو که پدغه استخدامو که چه پا ولایاتو که کیجی پا دریم او سالرام او تخصصی بستونه چه شپگم او اوام بستونه دی پدی که مداخله کیجی او اغا شفافیت چه پکار ده اغا نکیجی موجم برسخ نگران او ده دغه نگرانی ده رفع کولو پا خاطر کمیسیون ده تصمیمی ونی ولا چه پا طول ولایاتو که اگه ده کمپیوتری امتحانون و مراکز ایجاد و افتتاسی. این مراکز کمپیوتری امتحانات کمک قابل ملاحظه میکنه که ما از مداخله انسانی و مداخله سیاسی یا نفوذ افراد جلوگیری کنیم در سطح ولایت. خوشبختانه برای فعلا در 12 ولایت ما این مراکز داریم. امروز بخیر در تخار افتتاح میشه مرکز امتحانات کامپیوتری ما. در سال پیش روی انشالله که حد اکثر ولایات مراکز امتحانات کامپیوتری خواهد داشتن که از طریق او مراکز امتحانات بدون مداخله افراد صورت بگیره و محق به حق دارش برسه. بخیر، آخرین مراکز که ایجاد شده لوگر، تخار، هلمند و جوزجان است که مجموع اینا 12 میشه و تا پایان سال یک بخش عمده ولایات با این مراکز مرتبط میشن. مراکز امتحانات کامپیوتری از آخرین تکنولوژی استفاده شده. هر اقدامی را که در اون مراکز صورت بگیره، حتی یک کسی یک کلید کامپیوتر فشار بده، او ریکارد میشه و قابل تفتیش است. هیچ کسی او محتوای او را تغییر نمیده. مراکز امتحانات ولایتی از طریق یک سیستم، یک زیر ساختاره که خود افغانای ما جور کرده، رئیس به تکنولوژی معلوماتی ما همیجا است، تشکر میکنیم که زحمات بسیار زیاد کشیدن با کمترین مصارف و اما با خلاقیت قابل ملاحظه عالی ترین تکنولوژی را برای مسئولیت امتحانات، ای که امتحانات محرم باشه، رمزگذاری شده باشه، اونا را وصل هستن اینجا با یک مرکز سوالات، یک بانک سوالات مسئولی را که در نتیجه تحقیق سوالات به دست میان، با اونا وصل باشن و امتحانات خارج از مداخله صورت بگیره. ما مرکز تدوین و تحقیق سوالات امتحانات ایجاد کردیم و اون مرکز به این دلیل ایجاد شد که اکثرا امتحانات رقابتی که صورت می گرفت، مسئولین می آمدن در 15 یا 20 دقیقه سوالات امتحان جور می کردن. اکثر این سوالات قبل از قبل ساخته شده می بود و یا شریک ساخته می شد با کاندیدای مورد علاقه ادارات. اما به خاطر جلوگیری از او، ما یک سیستم تفویض و تقسیم صلاحیت ها را ایجاد کردیم. مرکز تدوین و تحقیق سوالات مکلف است که ریسرچ بکنه، تحقیق بکنه تا سوالات قبل از قبل درست کنه و او سوالات آنی نباشه که کس قابل شریک ساختن نباشه و تمام مسئولیت و شفافیت او پروسه در نظر گرفته شده. برای فعلا در بانک سوالات کمیسیون که یک بانک کاملا مسئول و محرم و محفوظ است، به تعداد 18102 سوال به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی وجود داره که او را خود سیستم و یا کامپیوتر به اساس رشته هایی را که و لوایح وظایفی که است به صورت تصادفی خودش انتخاب میکنه کامپیوتر و سوال ها را برای سیستم ها میتا تا کار کن که اگه میاین امتحان میتن رقابت کننده بتانه از او سوال ها استفاده کنه. این سوال ها از 800 منبع داخلی و بین المللی، منابع با اعتبار داخلی و بین المللی تدوین شده و او نشرم شده در خود منابعش نشر شده در وبسایت کمیسیون. اگر کس 800 منبع را بخونه انشاءالله که حتما عالی ترین بسته میگیره و مهارت لازم هم داره انشاءالله. سوال ها دسته سطح است. معلومات عمومی است، مهارت های رهبری و مدیریت افراد بررسی میکنه و در عین حال قوه تحلیلش و مهارت تحلیلیش که وظایف عمده ای را که انجام میده چقدر قادر است که بتونه تحلیل بکنه و مهارت های لازم در ورسا داشته باشه. بخش دیگه کمیسیون رسیدگی به شکایات است که به تعداد 13740 شکایت
به برد شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رسیده. این شکایات عرصه‌های مختلفه است که دعاوی و یا منازعاتی که در داخل ادارات صورت میگیره. چون ما یک محکمه اداری هنوز نداریم، برد شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک نهاد شبه قضایی است. به او دلیل مردم به اوج مراجعه میکنند تا امو منازعات داخلی و یا تفاوت دیدگاهی را که در اداره به وجود میاد در ارتباط با مسائل امور ذاتی او را بتانند رسیدگی بکنند. از مجموعی از اینا کمیسیون به 5634 موردش مصوبه صادر کرده، به این معنا که اکثر از اینا منتج شده به حل منازعات را که در ادارات بوده و یا ای که به او شکایات را که و یا بعضی از افراد ناخوش بودن از جریان امتحانات همین مصوبات تانسته به او نگرانی ها و شکایاتشان پاسخ بگوید. کمیسیون همچنان مکلف شده بود که تسهیل بکنه پروسه ای را که کمیشنرهای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را تشخیص بکنند. ما به همکاری نهادهای جامعه مدنی و 5 اداره حکومتی از حدود 50 نفر کاندید بر او بستا بررسی های لازم صورت گرفت و بالاخره 15 کاندید بر ریاست جمهوری افغانستان معرفی شد تا از مجموع او 15 نفر شما خبر هستین که اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد به خاطر مبارزه با فساد تعیین شدن و انتصاب شدن، کار خود آغاز کردن. یکی از کارهای دیگه را که من به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسئول از او کار در کمیسیون خوش هستم و بهش افتخار میکنم، کار ما در عرصه ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی ماست. همکار ما رئیس صاحب خانم زرغانه اینجا شیشتن، اینا مسئولیتش دارن. تلاش را که اینا و تیمشان انجام دادن حداقل در یک عرصه برای جلوگیری از مصارف اضافی حداقل 20 میلیون دلار جلوگیری و صرفه‌جویی شده، به این دلیل که دانش تخصصی خود مردم افغانستان، جوانای افغانستان، متخصصین افغانستان در سه پروگرام سازی و برنامه سازی کامپیوتری و مدیریت سالم باعث شده که ما این سیستم مدیریت منابع بشری را که نهادهای بین المللی تطبیق از اون را تدوینش و تطبیقش حداقل 20 میلیون دلار مصرف می‌خواستن، دیزاین شده متناسب با نیاز مردم افغانستان، بالاخره انکشاف پیدا کرده و بالاخره تطبیق شده و کلش کاری است که همکارای ما در کمیسیون انجام دادن. این سیستم کمک میکنه دولت افغانستان که برای اولین دفعه آمار دقیق و تصویر کامل از منابع لازم بشری خود در کل ساختار خدمات ملکی افغانستان داشته باشه. شامل چند بخش است. بخش اولیش بخش تشکیلات است. از لحاظ تشکیلات برای اولین دفعه سوال ما میفهمیم که سقف کلی تشکیلات دولت افغانستان چگونه است. تناسب بین ولسوالی، ولایت و وسط ملی چگونه است. به او دلیل از عمده‌ترین دستاوردهای کمیسیون که تأثیرات دراز مدت داره، هم در سه انکشاف اقتصادی و اجتماعی، هم در سه مدیریت بهتر کل اداره افغانستان که حدود 400 و چند هزار نفر در او ارتباط، سقف تشکیلات و چگونگی مدیریتش است. برای فعلا 58 اداره خدمات ملکی در این سیستم ثبت شدن. قرار است که در سال آینده طی مراحل تمام تشکیلاتی، کارهای تشکیلاتی دولت، تشکیلات دولت هر سال بروز میشه، متناسب با اهداف جدید اداره تنظیم میشه، متناسب با سقف بودجهشون تنظیم میشه و نیاز به تصویب داره. در گذشته هر اداره حداقل چند سیر چند من کاغذ میارد و بسیار مشکل بود که هر کدامش کدایش دوباره چک کنند. با این سیستم کامپیوتری مدیریت منابع بشری که تدوین شده، از سال آینده هیچ نوع کاغذ وجود نخواهد داشت. تمام پروسه های تدوین تشکیلات، بررسیشان و تصویبشان از طریق اون سیستم مدیریت منابع بشری یا HRMIS صورت خواهد گرفت و سرعتشان قابل ملاحظه می باشد در ارتباط. برای فعلا امی سیستم در حدود 30 اداره افغانستان فعلا اجرایی شده. همکارای ما 58 اداره کاملا آموزش دادن
که تشکیلات خود از اون طریق انجام بدن و 30 اداره هر کدامش یک حساب کاربر دارن که خودشان به صورت مستقیم بروسازی بکنن و اپدیت بکنن معلومات خود در این سیستم. بخش دوم سیستم مدیریت منابع بشری و یا HRMIS بخش سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری است. یک وقت ما چیزی به نام سوانه داشتیم، اما بسیار محدود بود و کارکن که حقش از یک کپی سوانه خود داشته باشه به سختی میتونست به دست بیاره و او بروز نشده بود. کل قدمهای پیشرفتش و یا ای که ارزیابی اجراعاتش در سیستم نشان نمیداد. برای فعلا کاری را که همکارای ما انجام دادن یک کار فوق العاده در حدود تقریبا تمام کارکنان خدمات ملکی را در سراسر افغانستان معلومات بایومتریک و بایوگرافیکشان را جمع کردن. از اون لحاظ برای فعلا تا می لحظه معلومات بایوگرافیک و بایومتریک 317,700 کارکن خدمات ملکی ثبت شده. برای فعلا دیگه کسی نمیتونه که خودش وجود نداشته باشه اما نامش در یک جای نشته باشه و از اون طریق ماشش یک جای دیگه بره. هر فرد با معلومات بایومتریکش تشخیص شده و او معلوماتش با بایوگرافیش تشخیص شده و او معلوماتش از طریق این سیستم با بستش مرتبط است و در هر سطح افغانستان، چی در سطح ولسوالی است و یا یک مکتب اگه است در قریه است، چی در سطح مرکز، از اینجا رئیس جمهور افغانستان، وزیر معارف، مثلا اگه در سه معارف بگویم وزیر معارف افغانستان یا ما یا یک مسئول دیگه حکومتی، میتونیم بریم امور ببینیم که امو فرد در اون موجه وجود داره و یا نداره و ماشه را که پرداخته میشه از طریق پرداختای وزارت مالیه آیا واقعا با امو فرد میره و یا نه. که امو عرصه سومی این سیستم امی است که پرداخت ماشات با اینمی آزیری ها با معلومات بایومتری که افراد وصل شوند که سرعت در پرداخت ها با وجود بیاید. چیزی را که این معلومات حالا بر فعلا برای ما نشان میتهی است که از لحاظ سنی اداره افغانستان جوانتر شد. حدود 58.4% کارکنان خدمات ملکی افغانستان فعلا زیر 40 سال قرار دارند. در 3 سال گذشته ما حدود 80,000 کارکن خدمات ملکی جدید استخدام کردیم. اکثر اینا از طریق رقابت‌های جمعی بودن به شکل کنکوری و او تسهیل کرد که اکثر جوانایی را که تحصیلات عالی دارن و دنبال شغل در خدمات عامه می‌گشتن و علاقمند بودن اونا بتانن رقابت بکنن و نتیجه زویی شده که اداره افغانستان به صورت قابل ملاحظه جوانتر شد. سایر معلومات که سیستم مدیریت منابع بشری تحلیلش ما را کمک میکنه برای برنامه ریزی درست در گزارش یک بخش است، ولی کل گزارش اولیه ارزیابی را که سیستم مدیریت منابع بشری در نتیجه کار از او به دست آمده او را بعداً با جزئیاتش نشر خواهد کردیم که شما میتونید استفاده کنید. چیز دیگه که در اداره افغانستان وجود کمتر داشت ارزیابی هدفمند و معنادار و ارزیابی هدفمند و معنادار کارکنان خدمات ملکی موجود نبود و اگه بودم بسیار تشریفاتی بود و او باعث می شد که اداره مؤثریت خود نداشته باشه، حسابدهی خود به صورت درستش نباشه. با او دلیل کمیسیون در سالی که گذشت طرح ارزیابی کارکنان خدمات ملکی را به گونه مؤثرترش تدوین کرده که این ارزیابی از طرف کابینه افغانستان هم تصویب شد و مریول اجرا است. از این به بعد تنها خود فرد مورد ارزیابی قرار نمیگیره. ارزیابی ها باید به اساس شاخصه هایی را که وظیفه ای که برش داده شده باید صورت بگیره. بعد او فرد و رئیس او اداره یا آمر او اداره و مدیر او اداره هم مورد ارزیابی قرار میگیره. اگر آمر اداره به اساس رفاقت یک فرم ارزیابی اجراعات خانه‌پوری کرده باشه خودش مورد ارزیابی قرار میگیره و در صورتی که بازده کار خود یا دیپارتمنت یا مدیریت یا آمریت یا ریاست خوب نباشه اهداف استراتژی که امو بخشه و در مجموع اهداف برای اهداف کلانتر خود اداره کمک نکرده باشه تمام اونا مجازات میشن، به این معنا که مجازات اداری است یا قراردادشان قطع میشه، عزل میشن، انفکاک میشن.
ای ارزیابی اجراعات کارکنان خدمات ملکی مؤثریت اداره را و شفافیت اداره را و حسابدهی ساختن اداره را بیشتر می‌سازد و کارمندا از آلت رخوت و بیکاری مجبور هستند که براین. مردم افغانستان ازشون توقع داره که صداقتمندانه کار بکنن، در صورتی که کار خود درست انجام نمیتن چون خود دیپارتمنتشون، مدیریتشون، ریاستشون مورد ارزیابی قرار میگیره و به مو دلیل باز میتونن که یا مکافات شون در صورتی که خلاقیت داشته باشن کار بهتر بکنن و مردم ازشون راضی باشه، ارتقا بکنن، قدمه بگیرن، ماش تقدیری بگیرن و یا ای که مجازات اداری شوند که او هم یکی از دستاوردهای قابل ملاحظه است که تطبیقش آغاز شده، نتایجش برای مؤثریت اداره کمک میکنه. در سه اسناد تقنینی کمیسیون کار و تلاش بی‌نهایت زیاد کرده. هیچ اداره در هیچ نقطه دنیا بدون تعریف قواعد و مقررات درست را که حاکم باشه به کارهایشان نمیتونه ادعا بکنه که در چوکات حاکمیت قانون عمل کرد داشته. کمیسیون به عنوان اداره تنظیم کننده قواعد و مقررات حاکم بر خدمات به کارکنان خدمات ملکی و ادارات عامه حداقل بر فعلا 42 سند تقنینی داشته و سال که تیر شد چندین سند تقنینی دیگه هم به او اضافه شد. یکی از او اسناد که برای کل برای اداره افغانستان و برای حکومت داری برای افغانستان محوری اساسی و حیاتی است و در ظرف 20 سال گذشته وجود نداشته، قانون تشکیلات اساسی دولت افغانستان است که بر اساس راهنمایی‌هایی را که جناب رئیس جمهوری افغانستان داشتند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان تحقیقات گسترده را در عرصه تدوین یک قانون تشکیلات اساسی دولت افغانستان انجام دادن. نتیجه از او تحقیقات ای است که برای فعلا اولین مسوده و چوکات قانون تشکیل و صلاحیت های دولت افغانستان فراهم شده. چی است این قانون؟ قانون برای تا امروز تعریف درست و واضح از چند مرحله حکومت داری در افغانستان و حدود صلاحیت هایشان و اینکه ادارات دائمی اساسی هستند و یا موقتی هستند وجود ندارد. در سطح قریه و تعریف قریه وجود نداشته. در سطح ولسوالی نقش ولسوال و ولسوالی و ادارات و حدودشان تعریف و مشخصات لازم نداشته. شاروال ها و ولایات و بالاخره در سطح کلانترش در سطح ملی وزارتخانه. حدود این وزارتخانه از لحاظ تشکیلاتی و از لحاظ اهداف نیاز است که قانونمند و در چوکات قانون تشکیلات اساسی دولت باشه تا استمرار به وجود بیاید و قابل پیش بینی باشه، هم برای مردم و شهروندا و هم برای حکومت. و حکومت به آسانی تغییرات لازمه را که از لحاظ سیاسی میخواین در تشکیلات اساسی نتونن به وجود بیارن. اراده سیاسیش وجود داره کاملا، به مو دلیل است که رئیس جمهوری افغانستان بارها تاکید کرده که این قانون زودتر تدوین شود تا مو وضاحت به وجود بیاره و ما اولین مسودهش را تدوین کردیم. مشورت های بیشتر در خصوصش با اهل خبره صورت میگیره و به زودی او بر غرض طی مراحل قانونی تشویبش ارائه خواهد شد. برای بهبود پروسه دیگه کار کمیسیون اصلاح اداره عامه افغانستان است که مؤثرتر شد. به او منظور یکی از عرصه‌های پیچیده اداری و بروکراتیک است که باید اصلاح شوند. در گذشته این پروسه های پیچیده و طی مراحل مقاغذ فرانی پیچیده و طولانی در ادارات به دو دلیل به وجود آمده. یا به دلیل ای که برای یک تعداد تنها یک زمینه حضور در اداره فراهم بکنن، نه به خاطر خدمات، در عرصه دوم بیشتر پیچیده ساختن پروسه ها به دلیل سوء استفاده بوده، کار مردم انجام ندادن بوده و یا حتی به خاطر تسهیل فساد بوده. به او دلیل کمیسیون در یک بخش عمده ادارات در سال که تیر شد پروسه های کاری و اداری شانه و همی پروسه هایی را که کاغذ از یک جای به یک جای میره، پلانگذاری از یک جای به یک جای دیگه میره و کار مردم چگونه راه انداخته میشه، اونا را از پیچیدگیشان کاسته. حداقل در وزارت های پروسه های مغلق و پیچیده کاری، در وزارت های زراعت و مالداری و آبیاری، وزارت کار و امور اجتماعی، صنعت و تجارت، صحت عامه، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت معارف
که باعث اتلاف منابع میشد، یک بخشی از پروسه هایشان ساده سازی شده و مؤثر سازی شده. این پروسه ها هر قدر سیستما از پیچیدگی برخوردار نباشند، درک مردم نسبت به عملکرد اداره بیشتر میشه، به مو اندازه حسابدهی اداره بالاتر میره. و ما مصمم هستیم که همکارای ما در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال پیش روی تعداد بیشتری از این پروسه ها را ساده بسازن و اصلاحات لازمی را برای مؤثرسازی ادارات ما انجام بدیم. متحد به او هستیم. چیز دیگه ای را که مهم است، یک اداره مؤثر از اجراءاتش در بخش مالی و اداریش هم محاسبه میشه. حسابدهی و شفافیت کارش از اجراءات شفافش و مؤثرش از بودجه عامه قابل مقایسه و ارزیابی قرار گرفته میتونه. کمیسیون به صورت مستمر در 3 سال گذشته تلاش کرده که سیستم مدیریت مالی و اداری خود مؤثرتر شفافتر بسازه. به مو دلیل است که ما از لحاظ بودجه‌ای مصارف باید مؤثرتر باشن. مصارفی را که اهدافی را که برش گذاشته شده، هر قدر نظر به استطاعت مالی اداره افغانستان هر قدر که مصرف کمتر باشه و نتایج کار بهترتر باشه، به مو اندازه اداره یک اداره کارا، پویا و خلاقانه تر است. در سال 1399 کمیسیون تانسته 96.33% بودجه عادی خود مصرف کنه. بالاترین رقم است در مدیریت مؤثر بودجه عادی ادارات. و در بودجه انکشافی خودم که مهمترین بخش بودجه امو است که افغانستان از جایی که است یک قدم به پیشتر میبره و هر اداره اگه تأکید و توجه بیشتر در مصرف مؤثر بودجه انکشافی خود داشته باشه، به مو اندازه انکشاف افغانستان سریعتر و مؤثرتر میشه. در او هم 82% بودجه انکشافی خود کمیسیون مصرف کرده. من از رئیس صاحب دانشگاه و سایر همکارای بخش مالی و اداری در این عرصه تشکری میکنم که تلاش زیاد در او عرصه هم انجام دادن. این فشرده فعالیت‌های اساسی از فعالیت‌ها و نتایج خورده یا بیست خورده فعالیت‌های زیاد دیگه وجود داره که در گزارش تذکر یافته، از طریق وبسایت کمیسیون و صفحات اجتماعی کمیسیون هم نشر میشه و امیدوار هستم رسانه‌های ما اونا را بهتر ببینن، باز ما را مورد ارزیابی قرار بدن و کمک بکنن که خلاق‌تر و مؤثرتر باشیم. تشکر. شکر از شما هم جناب نادری صاحب. حالا هم به سوالات می رویم. عزیزان، برنامه ما برنامه حسابدهی دولت به ملت است و خواهش میکنم ازتان که سوالا مختص به دستاوردها و گزارشی که آقای نادری ارائه کردن باشه. سوال اگه است می گیریم. سوال نیست؟ است اینجاست. مزبا صاحب حتما گفتنی های خود دارن، به گفتنی هایشان گوش می دیم. جناب نادری صاحب، زوالی مسبایم اطلاعات لاسرسی کمیسیون پاستازیتوب د دې لړۍ څارنه کوو. موږ زه مشخصه پښتنه لرم، فقط څو وړاندیزونه لرم. هغه اطلاعات چې ما سره دی، فکر کوم چې امتحانونه په دوه یو مرحله دي، یو دوه مرحله دي. زما وړاندیز دا ده چې دا باید یا په ټولو ادارو کې یو مرحله شي یا دوه مرحله شي، خو فکر کوم دا دوه مرحله لکس دیت زمینه رامنځته کوي چې سیستماتیک فساد وشي. او دستاسو کمیسیون باید هغه ځایونه چې هلته ممکن آسیب پذیریانې اوسي هغه باید ډیر جدي بررسی کړي، ځکه کیدای شي یو امتحان ډیر شفاف وي خو د سیستماتیک فساد لاره هلته ځکه شته که چیرته مشخص وي چې دغه کسان امتحان اخلي او دغه کسان مثلا پوښتنې جوړوي، هغوی کولی شي مثلا کوم کس چې د دوی د ټارګټ ته په یو ډول باندې هغه ته دغه ورورسوي. بله موضوع مې دا ده چې هغه امتحانونه چې اداري اصلاحاتو کمیسیون اخلي باید په هغه اړخ باندې ډیر کار وشي چې د یو کس استعداد واقعا یعنی راوسپړل شي. کله کله داسې هم کیږي چې په یو پروسه کې ښه یو تکړه کسی خو هغه سوالو سره غنی ده
یعنی ډیر ورسره جوړ نه بیا هم هغه د دې لړۍ نه یا د دې پروسې نه شاته پاتې کیږي. معمولا کله چې موږ په مؤسساتو کې امتحان ورکوو هلته یو بورډ دی، دوی یو کس د لیاقت د هغه اخلاق ټول مسایل یعنی ډیر ښه ارزیابي کولی شي. اول ته یو څوک چې په کار باندې پوه نه شي نشي تلای. او آخري وړاندیز مې دا ده چې کیدای شي تاسو په دې باره کې ډیر ښه معلومات ولرئ چې په نورو هیوادونو کې ایچ آر منسټری ده او یعنی د بشري منابعو وزارت ده. مثلا کوم ځای چې زه خپله ما لیدلی دی مالیزیا کې، هلته هغوی هغه لري وزارت لري د بشري منابعو. هر اداره چې هر بشري منابع ته اړتیا ولري دوی ته خپل راپور لیږي چې موږ په دغه برخه کې دغسې یو بشري منابع غواړو. هغوی نه استخدام کوي، نه مثلا اعلان کوي، هیڅ هم نه کوي. فقط دا وزارت ورته هغه کوم کس چې دوی مخکې له مخکې دغه امتحان اخیستی او ارزیابي کړی ده هغه ورلیږي. او که چیرته بیا په دې وزارت کې داسې وړاندیزونه ورته راځي چې هغه منابع هلته نه وي، بیا دا وزارت پلان کوي چې باید موږ دغسې منابع وروزو. انسټیټیوټونه لري هغوی، مثلا یونیورسټیانو سره قراردادونه لري، بیا وایي چې په دغه برخه کې مثلا اوس د مارکیټ تقاضا ډیره ده او دلته باید دغسې خلک وروزل شي. ډیره مننه نادری صاحب، دا زما هغه څو وړاندیزونه او تبصرې وو چې تاسو سره مې شریکې کړې. تشکر. مس مصیب، یا دیگه سوال میگیرین؟ سوالا رو میگیریم، جمع میکنیم، بعد باز جواب. شما بازم خواهش میکنم سوالا مختص به برنامه حساب دهی. وقت همه بخیر. خدیجه امین هستم از تلویزیون ملی. خب آقای نظری، قسمی که گفته میشه در اکثر نهادها هنوزم بعض بستا خالی است، چرا اونا به اعلان گذاشته نشده؟ و در ضمنش خب شرایطی که بر استخدام خانم‌ها در کابل در نظر گرفته میشن، نظر به ولایات در ولایات چگونه است؟ چرا که در اکثر ولایات ما قسمی که میبینیم حضور خانم‌ها خیلی کم رنگ است، چون شرایطی که گذاشته میشه بر از اونا نمیتونن یعنی مو شرایط داشته باشن و خانم‌ها بیشترش اونجا نمیتونن در ادارات دولتی کار کنن. در این مورد میشه بر ما بگید؟ تشکر. سوالات دیگر؟ من ندیر زیاد نادری صاحب لیمایم در شمشا تلویزیون خبریاله. یو پوښتنه دا ده چې اوس هم د ولسي جرګې وکیلان یو شمېر وزارتونو ته خپل کسان ورمعرفي کوي، که د دې لړۍ په تړاو باندې معلومات راکوي چې څه ډول دوی استخدام کیږي، امتحان ترې نه اخیستل کیږي، د دې پروسې په تړاو باندې که معلومات راکوي. خپله دا یو غیر شفافیت نه ده له هغو کسانو سره چې هغوی امتحان ورکوي، د کمیسیون اصلاحات ادارې له لورې نه هغوی ورمعرفي کیږي، او ځینې کسان د وکیلانو له لورې نه هغوی لوړو بستونو ته، لکه تاسې وزارت مالیه وښودله، کم فکر کړی څو ورځې نه دوه ورځې وړاندې خپله د وزارت مالیه ویان هم په دې تړاو باندې د یو وکیل په تړاو باندې پوست کړی و چې د استخدام لپاره دا راځي هره ورځ مالی وزارت ته او اشخاص له دې چې نه ګماري. مننه. شکر. سوال آخری را میگیریم بعد به جواب میریم. به نام خدا. نادری صاحب، رستم هستم از تلویزیون خورشید. شما گفتین اکثریت کارمندای حکومتی بایومتریک شدن، یافته های شما چی را نشان میده؟ در یک سال پسین ما چقدر کارمند خیالی داشتیم و چقدر از اینا شناسایی شده و چه تعداد کسایی هستن که دو شغل دار یا دو وظیفه را همزمان اجرا میکنن؟ آمار دقیق دهی از زمینه وجود داره یا خیر؟ تشکر از شما. خیر. رستم نادری صاحب مهربانی کنه. دیر من نه تاسو ده پیشنهادات څخه مهمه تی که ته مو اشاره وکړه. دغه دوه مرحله یو مرحله اوله مرحله کې خو هغه کمپیوټری امتحانونه ده په هغه ولایت کې چې موږ دا مراکز ایجاد کړي دي. اول او دویم بستونه چې هغه بستونه ده چې مدیریت سطح عالی ده په اداراتو کې، هغه ټول دوه مرحله ای ده. ولی اولا این مرحله کمپیوتری ده او په هغه کې یو بس دپاره کیدای شي داسې بستونه شته چې 1500 کسان ورته درخواست ورکوي. د کمپیوټري نه وروسته هغه کسان چې 15 عالی ټاپ نمرې وړي دوی بیا مصاحبې ته غوښتل کیږي. کمیسیون داسې فضا او زمینه ورته برابر کړي دي، تجهیزات او امکانات ده، چې هغه 15 کس هم چې مصاحبه کیږي اول خو یو
یو کس ورسخه مصاحبه نکی سو کس پکی د اداره موین صاحب یا وزیر صاحب یو نماینده پکی د کمیسون سخه یو د کمشنر صاحبانو سخه یو کسی یو کارشناسی زین وخت موج د اهل خبرینم چې هغه د به طرف خلق دی دویم غواړو چې الته په پنل کې وسی او اگر ټول پروسه خلاصه ده چې مطبوعاتم کولی سي چې را دي شي الته وګوري مدنی ټولنې هم کاملا آزاد ده چې را دي شي الته موجودی تاسو د کمیسون څخه مو هر وخت غوښتنه کړې دي که تاسو هم غواړئ چې الته ولاړ شئ چې ساره نه وسی د پروسې څخه مصاحبه ټول په ټولیس کې ریکارد کیږي څلور کمرې دي دوه درې کمرې اکثره نی چې د پاسنه ټول شیان ریکارد کوي او ټول مصاحبه هم ریکارد کوي او بیا که یو کس داسې احساس وکړي چې ورباندې زور زیاتی سوی ده یا نمرې ورته په حق نه دی ورکړي بې انصافي سوی ده هغه عاجل شکایت کوي او شکایت هم بورد شکایت ما مخکې هم وویله چې یو مستقله شبه قضایي بورده بورد شکایت کې هم درې مرحلې بررسی کیږي یو مرحله یو کارشناس به بررسی کوي دویم مرحله بیا درې متخصص حداقل یو کمیته بررسی کوي بیاست اگه دوی ویدیو گوری یا داشتونه گوری اگه دوی ده نتایج ده امتحان کمپیوتری گوری سی وی گوری ده طول شایان یا سوانه گوری بیا برد کمشنران تایی ورکهی چه ده اقل دره کمشنر سایبان پو برد که مستقل دوی پخبل اتا زیم پکی صلاحیت نلرم چه ورطا او وایم چه دستی وکی دستی نه دوی مستقلانه بررسی کهی او ده کس یا شکایت تاییدهی که چیرې بې انصافي سوی یو کس نمرې ورته کم ورکړي او یا به هماغه وضعیت تاییدوي نو هغه ضروري ده هغه شی خاص په همدې دپاره چې د یو کس استعداد باید بررسی سي په مصاحبه کې د افراد هغه مهارتونه چې یو شخص لري هغه ورته معلومیږي په کمپیوتري امتحان کې هم هغه درې عرصه چې ما تاسو ته وویل دو عرصه یو عرصه دانش ده چه معلومات عمومی افاقی معلومات چې وکړه په خپل ذهن کې داخل کړی دي دوه نور اسې امداده چې یو کس ورزه ول سي چې واقعا دا مهارت لري چې یو رئیس سي آیا مدیریت بحران کولی سي آیا کولی سي چې یو مناظره په دفتر کې ایجادی یا حل کې آیا کولی سي چې بودیجه سم مدیریت کې آیا کولی سي چې خلکو سره ارتباط وساتي رئیس د یو اداره په ولایت کې د حکومت د هغه ادارې د هغه وزارت نماینده ده آیا خلکو سره راحت ده کنه ده یا خپل اتاق کې ځان قلب کوي دی او خلکو سره ارتباط نه لري دا ټول ارخه محاسبه کیږي پلانګوزاري کولی سي استراتیجیک فکر لري که نه لري دغه مصاحبه هم دی د پاره ده اکثرا خلک موږ نه غواړي چې په ولایاتو کې دغه یو مرحله دی د پاره چې دوی وایي چې په ولایاتو کې په دغه کمپیوټري امتحان نه وروسته په مصاحبه کې مداخله کیږي موج ورسخه نگران یوم د دې لپاره سالارم بستونو د لپاره ټول هغه ولایاتو کې چې کمپیوټري مراکز ده هغه یو مرحله ایده دو مرحله اینه ده هغه کمپیوټري امتحان نشه هر سو قوتله هغه تاپ ده هغه ادارات په خپل انده غوښتنه لري چې دریم سالارم بسته دوی مصاحبه هم وکړي کابل کې هم دوی هم دا غواړي هغه دا د دوی حق ده د دې لپاره چې قانون ورته ورکړي دي د کمیسیون صلاحیت نه ده موج ورته تسهیلات برابرو او بیا که څوک شکایت ولري نو بیا کمیسیون ته کولی سي چې شکایت وکړي دا وزارت سیستماتیک فساد تاسو ویل مخکې کې دای څو چې یو ځای وو تاسو څخه دعوت کوم متخصصین نور که تاسو را پیدا کړئ تاسو راشي هغه سیستم ټول تاسو په خپل ورزوي زه نه وایم تاسو په خپل ورزوي چې د خلکو اعتماد تاسو په خبرو وسی دا سیستم په عالی ترین ټکنالوژي باندې سمبال ده او د افغانانو خپله تولید ده او قابل د تفتیش ده هر کلمه چې یو کس آلته لیکي یا هر کلید چې یو کس آلته په کمپیوټر باندې وهي هغه په سیستم کې ثبت کیږي په کلاود باندې هغه د هیڅ څوک تغییرات قابلیت په هغه کې نه لري نو سیستماتیک اوس موجود نه ده او په مصاحبه کې که یو کس یو چاته هغه کیږي هغه سیستم مو ورته داسې جوړ کړي دي چې بیرتا بیا د سره یو ورځ ورسی وزارت منابع بشری یو ښه خبره ده خو همدغه کمیسیون د اصلاحات اداري په خپل هغه وزارت د منابع بشری ده مشکل تر اوسه پورې دا و چې بستون زیات خالی و او موږ هر څه چې استخدام کوو هغه خالی بستون ته استخدام کوو بل مشکل دا ده چې ادارات ځان سره هغه خالی بستون ساتي نه غواړي چې کمیسیون ته ورکی چې رقابت ته ولاړ سي د دې لپاره چې دوی بیا یو ورسی کننده یا یو بل مخکې همدغه یو فرهنګ و اوس هغه فرهنګ د منځه تللی دي
ادارات اوس په خپل غواړي چې اراده شي. اکثرا وزیر صاحبان وایي چې دا موږ د نورو فشار اوس هم خلاص کړی دي، دوی راضي وایي چې دغه د کمیسیون د لارې نه استخدام وسی، شفافیت باندې خلک اعتماد پیدا کړی دي او دوی هم د جنجال اوس خلاصيږي. نو امیدوار پم دی کیو چې یو وری دغه خالی بسونه ټول ان شاء الله چې خلاصي، تقریبا خلاص شوی دي. دین اورسته اضافي کسان موږ په دې بیس کې وسی چې هغه استعدادونه چې موجوده دوی بیا خلکو ته ورغو پیژنو. بل شاید چې اوس دغه امکانات مشتور کړی دي چې و پویږو چې په کوم ولسوالی په کوم منطقه کې کوم بست خالی ده، دغه سیستم مدیریت منابع بشری ده. ټول وزارت خانه مکلفه ده چې هغه اپډیټ کړي، هغه چې اپډیټ کړي موږ په خپل پیږو. دلته په کمیسیون کې موږ همکاران بورد تعینات د اچ آر مایس برخه، دوی هم دلته پوهیږي چې کوم بست چیرته خالی ده، څوک تبدیل شوی ده، چیرته تللی دي، هغه ادارې مکلفیت لري او موږ ورڅخه نظارت کوو چې هغه اپډیټ یې کړي هره ورځ په خپل سیستم کې. دوست ما در مورد شما از تلویزیون ملی پرسان کردن در مورد بستای خالی که هنوز موجود است یا نه. ما قسم خدمتان گفتیم نزدیک 21,000 بست خالی را در سال را که ختم شد استخدام کردیم. اکثرش بستای معلمین و بستای 5 و 6 بود. ارزیابی های فعلی ما جریان داره و ما به زودی خواهد فهمیدیم که چه تعداد بست دیگه خالی است. بستا اکثرا زایات وجود داره، یک کس وفات میکنه، یک کس تقاعد میکنه، یک کس وظیفه را ترک میکنه. اونا را باید تشخیص کنیم در 3 ماه اول سال. بعد 3 ماه اول سال مالی باز آمادگی برای امتحان و برای استخدامشان بگیریم. شرایط برای زنان، شرایط برای زن در سطح کشور برای کل خانما شرایط مساوی قابل تطبیق است، به این معنا که زنان 5 نمره اضافی امتیازی میگیرن در صورتی که در امتحان رقابتی اشتراک میکنن. امتحان تحریری خود که تیر کردن یک جا با نمره تحریریش 5 نمره دیگه هم برش اضافه میشه. امتحان کامپیوتری هر نمره را که میگیرن 5 نمره دیگه برش اضافه میشه. در ولایات خانمایی را که از ولایاتی که هستن میخواین در ولایات بر بستای ریاست درخواست بتن، در اونجا ما یک سلسله امتیازات دیگه از قبیل تجربه کاری که متفاوت تر، مثلا اگه برای یک بست 3 سال تجربه کاری رهبری مدیریت نیاز است، ما برای یک خانم میگیم که اگه 2.5 سال هم داشته باشه برشمو ارفاق شود. شرایط مؤثرتر دیگه ای را برشان فراهم کردیم که نیاز ندارن هر لحظه برای درخواست کردن کابل بیاین. برای یک بست عالی رتبه اگه درخواست میتن از طریق سیستم درخواستی آنلاین که کمیسیون داره در هر نقطه ای افغانستان با یک اینترنت بسیار ضعیف هم میتونن که موج اسناد درخواستی خود روان کنن و در هر دفتر ولایتی کمیسیون ما یک کامپیوتر و یک وصل با اینترنت گذاشتیم که هر شهروند ما، چی خانوما چی دیگرا، بتونن بیاین در اون مرکز اگه خودشان اینترنت ندارن. همکارای ما کمکشان هم میکنن که درخواستی های خود بتن. ما امیدوار هستیم امتحانات اولیشان، امتحان کامپیوتریشان هم نیاز نباشه که به کابل بیاین. در اونم خود ولایات از امونجا از طریق مراکز امتحانات کامپیوتری ما بتانن امتحانات خود انجام بتن. این سهولت هایی است که با استفاده از تکنولوژی و با استفاده از زیر ساخت تکنولوژی رو کمیسیون ایجاد کرده میتانه با مو شفافیت، با دقت، بدون دغدغه و تشویش بتانن در امتحانات اشتراک کنن. لیما جان، پا اداره که دستی چه مداخله کاملا کمسیوی یا موجود نی در متاسفانه تو روز پور پای واقعیت تبدیل سوی نده. پس این اداراتو که افراد کوشش کهی چه مداخله وکی، صاحب نفوذ، با نفوذ افراد غواری چه مداخله وکی، خو یو اعتماد او دادمنی تاستم در افغانستان خلکتم کولیستم چه واری کمم داده چه اگه کسان چه بستون اعلان کی گیا کارکن خدمات ملکی یا خدمات ملکی بستی، پا اگه که هیچ دول مداخله نست، سیستم پخپل ورطا اجازه نورکی. مشران، صاحب نفوذ، افراد ما تم زنگونه وای چیز پویگم از سیستم که وست نور مشای کولی نوست زین تشکری که زی وای چی موش منندو یو دیده پاره چی دو موش دو خلق و موکلون و فشارون موش بانده زیاد و چی یو زایت موش دا کار ورکه. خو اوست دا سیستم دا وای ورتوایو چی رو رو لارسی امغا سیستم دا دا سیستم نسوک اوزی امغا دا امغای کار دا. خو پاقا اداراتو که چی استخدام به حکمی کیگی او قانون ده خدمات ملکی ور باندې تطبیقی گی نه، اغه خطرات تر اوسه پورې موجود ده.
هم دید پاره د افغانستان ولس مشر تاکید ټینګار هر وخت پم دی باندې د چې بغیر د رقابت نه سوک استخدام نسی دا د چې زه او ما همکاران ټول پم دی باندې متحد یو چې بغیر د رقابت نه بغیر د مغه سیستم څخه سوک پیدا را کې ولر نسی ولی دا دید پاره مهم ده چې هر کال په یواد کې تقریبا دو 200,000 نه زیات فارغین ده د پانتونو ولایاتو کې او کابل دوی ټول غواړي په اداره کې کار وکړي سکتور خصوصي تر اوسه پورې دومره پیاوړی نه دی چې دوی ته زمینه د کار هلته پیدا سي خو سقف د تشکیلات د دولت هم دومره پراخ نه ده د دین زیاته ولې نسو استطاعت مالی نه لرو افغانستان دغه استطاعت مالی نه په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې اکثرا خلق په حکومت کې کار وکړي خو بیا هم خلق حداقل دا غواړي چې یو سالم رقابتی مساویانه رقابتی که زی و گتل مزی گتل مکه بلک چا و گتل بلچا گتی خو حداقل ما ته دومره هغه نه پیدا کیږي چې یو کس په واسطه ولرسی دغه تجمنیو په ټول ولایتو کې هم دا کار مش کوشش هم دادم دغه مرکز د امتحانات کمپیوټری هم دی د پاره غواړو چې ایجاد کو نو امیدواری هم داده چې ټول وزارتخانه مندار قانون د خدمات ملکی یا قانون د کارکنان خدمات ملکی پر بنسټ رقابتي بستونه ته این کې نه حکمی او که حکمی تاسو نه خواهش کو رسنۍ څخه چې دوی حساب دی کې ورڅخه پوښتنه وکي ورته وایي چې ولی قانون خو دغه اجازه نه ورکي نو ته ولی دا کار کوي دا امرو رستم صاحب از خورشید کارمندان خیالی و که در دو شغل اینا باشن خبر خوش ای است که ما آل کلی و معلومات داریم کار را که آل انجام میتیم این بایومتریک که کدیم تمام کار کنانه کار را که همکارای ما آل انجام میتن تحلیل اونمو داده هست تحلیل باید چند عرصه را ببینه ما باید ببینیم که اول فرد که در اونجا است به این نام و نشان دیگه فرد دیگه وجود داره یعنی سیستم ما قادر به تشخیص دوپلیکیشن است از لحاظ بایومتریک میتونیم تشخیص بدیم که یک فرد در یک بست نام خود بایومتریک کرده در بست دیگه هم او رو تشخیص میده اول او رو ما شناسایی میکنیم میکشیم مرحله دومش هدایت رئیس جمهور افغانستان است که این سیستم با سیستم مدیریت منابع بشری وزارت داخله وصل شد که ما مرحله دوم کار ما همی است که اگه این دو سیستم با هم دیگه گپ بزنن اینو میتونیم تشخیص بدیم که آیا کدام کسی که کارمند پلیس است آیا معلم هم است و یا نه که اونا را تشخیص بدیم و در صورتی که باشه اونا مرتکب جرم میشن تشخیص از اونا و معرفیشان به خاطر بازپرداخت و غرامت و اینا و این خوب است که مردم خبر باشن که اگه این کار کردن از امیال باید توقف بدن به زودی ما این تحلیل ما تکمیل میشه سوم کاری را که میکنیم همکارای ما تحلیل میکنن که پیرول و معاشات را که به صورت معانه برای ولایات و برای تمام ادارات میرن اونا را به صورت نمونوی مقایسه بکنیم چیز را کسی که بایومتریک شده در یک ولسوالی در یک قریه معلم است یا حضور داره یک کارمند خدمات ملکی است آیا امو ماشه را که از وزارت مالیه برش در سیستم پرداختا رفته امو فرد است یا به کس دیگر رفته بعد از او باز تشخیص داده میتونیم که امی خیالی است یا نه و تعداد دقیقشه خدا کنه وجود نداشته باشه بعضی از شاخصه ها را داریم که میبینیم مثلا در یک جای ما ارزیابی امی ثبت بایومتریک آغاز کردیم به صورت جمعی مثلا 100 نفر استعفا کردن مسئول اداره از اون ولسوالی آمده برای ما گفته که این 100 نفر استعفا کرد چی وقت استعفا کرد می امروز استعفا کرد او یک شک ایجاد میکنه که ما باید تحقیق بیشتر کنیم چرا 100 نفر در یک روز استعفا کردن زمانی که بایومتریک میشه اما حکم کردن نمیتونیم برای فعلا باید تحقیقات بیشتر شه و به زودی در او ارتباط هم خدمتتان گزارش کامل اچار مایس نشر میشه که یک چیز استثنایی است برای حوالین دو فصل افغانستان که معلومات بنیادی تمام ادارات ملکی افغانستان در او وجود داره و شما میتونین از استفاده کنید. تشکر نادری صاحب. سوال دیگه نیست؟ یک بار دیگر سپاس میکنم از احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی حاضرین گرامی در تالار و خبرنگاران عزیز ما عزیزان گرانمهر برنامه اول ما همینجا به پایان میرسد تا چند دقیقه دیگر رهبری وزارت امور شهدا و معلولین می داشته باشیم که حساب دیه میکنن وقتتان خوش آمدید تشکر رستم.